سلام به شما. میشه در مورد تولیداتتان به ما بگوین چه چیزها را تولید میکنید؟ محمد داوود کاکر، رئیس کابل فارم کابل هستیم. با عرض سلام برای بینندگان تلویزیون و پرسنل تلویزیون زن. محصولات ما تمامش طبیعی است، یعنی محصولات ما بدون مواد کیمیکال یا مواد اضافی است. از ما تنها محصولات نیست، فارم هم است. تولیدات خود شیر ما هست که یک فارم داریم و همون شیر ما میاریم دوباره پروسس میکنیم به شکل طبیعی به مردم عرضه میکنیم. خوب میشه در مورد کیفیت تولیداتتان به ما بگین که چقدر کیفیت داره؟ این قضاوتش به دوش هموطن هاست و خود رسانه ها از صبح تالی میبینن. تماما کسایی که میاین از کیفیت ما راضی هستن و ما دو سال از دهی عرصه کار میکنیم و تصمیم نهایی ما ایست که ما کیفیت سازی کنیم، ظرفیت سازی و کیفیت سازی. تقاضا زیاد از در بازار، همه ما تقاضای بازار پوره کده نمیتنیم، چون محصولات ما طبیعی است، به شکل سنتی تولید میشه و از نگاه صحیش بالکل صحی است. ما اینطور یک مراجعین نداریم که شکایت داشته باشه از لبنیات ما، که خود برند داخل کارتی سی است. میتونین از اهالی و مردمای کارتی سی این سوال کنین درباره کیفیتش. بسیار خوب. میشه در مورد چالش هایی که روبرو میشوید کدام چالش هاست؟ این وطن چالش ها زیاد است، شما میفهمین. هزار نگاه اقتصاد، همیت، یعنی همش چالش هاییست که تاجر سرگردان و پریشان میسازه. کلانترین چالش ما پرابلم های اقتصادی است که ما نمیتونیم ما پروسس خود رشد بدیم، چون ما قدر ظرفیت پولی ما زیاد نیستن. به اندازه که داریم ما پیش میدیم. در این قسمت ها ما بسیار پرابلم داریم و از نگاه همیتی، چون ما سرمایه گذاری کردیم، بریشخور هم سرمایه گذاری کردیم، تقریبا در حدود 120 مواشی مدرن‌ترین فارم جور کردیم و موضوعات خودش اهمیت و موضوعات اقتصادی که سپورت نمیشیم، نه از دولت نه از وزارت زراعت. یعنی ما را اگر یک کور بسازن یا کور کنن، ما میتونیم این لبنیات خود به سطح بسیار بالا برای اهالی کابل و افغانستان تقدیم کنیم. میشه یک بازار بسیار خوب است واقعا، هم برای فامیلا، هم برای سطح اقتصاد فامیلا و هم برای کسایی که محصولات خود میارن. بسیار خوب. میشه در آخر پیامتان بگوین به دولت، پیامتان چیست؟ ما برای دولت همیشه یک پیام داریم: حمایت مردم، امنیت مردم، امنیت تاجر، امنیت مال تاجر و بلند بردن سطح اقتصاد تاجر و تاجرای خرد، بورژوا و نیمه بورژوا. سپاس، وقتتان بخیر. با تشکر از تلویزیون زن و از تمام پرسنلشان. زنده باشین، سلامت باشید. این بود برنامه این هفته ما. تا برنامه بعد با یک موضوع جدید در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. شما را به خداوند پاک یکتا می‌سپارم.